ملا نصرالدین ماه رمضان به خانه یکی از اعیان افتار دعوت داشت بعد از مدتی که کاملا گرسنگی به او فشار آورد و در باغ با صاحب خانه قدم زد به اتاق آمدند چشمش از دور به سفره رنگینی افتاد که بوی غذاهای آن حالش را منقلب کرد دلمه مرغ بریان باقلوا پلو و انواع غذاهای خوشمزه را سر سفره چیده بودند چون سر سفره نشستند و مهمانهای دیگری هم آمدند صاحب خانه بشقاب دلمه که بوی خوبی از عطر آن بلند بود جلو کشیده یکی را برداشت و خورد بعد خدمتکار را صدا کرد و گفت احمق ها مگر به شما نگفته بودم هیچ وقت به دلمه ادویه نزنید که آب روی آدم میرود بیا این دلمه را از سر سفره بردار مولا نصرالدین که دلمه ها را از دست رفته میدید صدایش در نیامد اتفاقا صاحب خانه ظرف بریان را جلو کشید و به خدمتکار گفت احمق ها مگر به شما نگفته بودم به بریان ترشی نزنید شما آبروی من را پیش مردم بردید این را از اینجا ببر خدمتکار بریان را هم برد در حالی که مولا نصرالدین با حسرت به آن نگاه میکرد این دفعه صاحب خانه ظرف باقلوا را جلو کشیده یکی را خورد و بعد ظرف را به خدمتکار داد و گفت هنوز غذا نیاورده باقلوا آوردید این را بردارید مولا نصرالدین که دید غذاها یکی پس از دیگری از سفره می رود ظرف پلو را جلو کشیده شروع به خوردن کرد صاحبخانه گفت خوب بود صبر می کردید اول غذاهای دیگر را می خوردید تا نوبت پلو برسد ملا جواب داد شما فعلا تا آشپزخانه را مجازات می کنید من خدمت پلو برسم تا نوبت بعدی ها بشود با این حرف حاضرین به خنده افتادند و صاحب خانه که منظورش شوخی با ملا نصر الدین بود دستور داد غذاهایی را که برده بودند به سفره برگردانند